در ایران دختر بچه یک زن بریتانیایی ایرانی تبار محبوس در زندان امروز 3 ساله شد. او که گابریل نام دارد دختر نازنین زاغری ردکلیف است که 2 سال پیش پس از سفر به ایران برای دیدار خانوادهش توسط سپاه پاسداران به توطئه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران متهم شد و به زندان افتاد. اتهامی که شوهرش ریچارد ردکلیف و بستگانش آن را بی اساس خواندند. یگانه ارسپاران گزارش می‌دهد. گابریل که امروز 3 ساله شد در ایران گرفتار است و به او اجازه داده نشده است نزد پدرش در بریتانیا بازگردد. ریچارد ردکلیف 42 ساله پس از آن که دادگاه نازنین در 1 سالگی بازداشتش پشت درهای بسته برگزار شد گفت اتهامات علیه او بی اساس است. وکیلش در جلسه حضور داشت، فرد دیگری نبود زیرا جلسه علنی نبود. سپاه پاسداران کرمان و سپاه پاسداران تهران هم حضور داشتند. ریچارد که سال گذشته جشن تولد 2 سالگی دخترشان گابریل را در مقابل سفارت ایران در لندن برگزار کرد، از مردم خواست توماری را برای آزادی نازنین امضا کنند. تا کنون نزدیک به 1 میلیون نفر این تومار را که خطاب به تریزا می، نخست وزیر بریتانیا و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، امضا کردند. ریچارد بر این باور است که آزادی نازنین نیازمند راه حل سیاسی است. نازنین که مدتی در حبس انفرادی بود، به بند زنان در اوین منتقل شده است و میتواند گابریل را در زندان ملاقات کند. به گفته ریچارد، اخیراً این ملاقات‌ها هفته‌ای 2 بار شده است. ریچارد همچنین می‌گوید نازنین از درد گردن، شانه و پشت رنج می‌برد و به توصیه متخصص اعصاب که 3 ماه قبل به نازنین اجازه ملاقات با او داده شد، باید در بیمارستان بستری شود. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.